سلام و هزاران درود خدمت خواهر مریم رئیس جمهور منتخب شورا و تمام مسئولین و اشرفیان عزیز همسنگران در اشرف سه و اقصا نقاط دنیا. سلام میکنم خدمتتون و همینطور میخواستم آغاز 40مین سالگرد تأسیس شورا رو قبل از همه به شیر همیشه بیدار آقای مسعود رجوی تبریک بگم و همینطور به رئیس جمهور عزیزمون خواهر مریم که نه تنها به عنوان رئیس جمهور منتخب این شورا بلکه به عنوان سمبل مقاومت در این جنگ 40 ساله با رژیم دردمنش خمینی بودین. و همینطور میخواستم به اعضای محترم شورا در اقصا نقاط دنیا تبریک بگم و همینطور به کانونهای شورشی که در داخل ایران در خط مقدم به عنوان ارتش آزادی بخش این رژیم رو به جنون کشوندن. دوستان خیلی بهتر از من که بتونم بگم راجع به کهکشان‌ها صحبت کردن. من فقط میخواستم احساس قلبی خودم رو اینجا بگم که واقعا احساس غرور و شعف داشتم به عنوان یک ایرانی که در پیش این مقاومت باشم، عضو کوچکی از این شورا و این مقاومت باشم. و تنها چیز که راجع به این کهکشان ها میتونم بگم اون عکس تاریخی خود شما خواهر مریم بود که ایستاده بودید در برابر اون 30,000 نقطه که واقعا به نظر من عکس باید این عکس تاریخی سال 2020 قرار بگیره. و نه تنها از اینکه این خود این کهکشان باید واقعا در همونطور که آقای جولیانی گفتن در گینس بوک بعد بره که از 30,000 نقطه سراسر جهان بهش وصف بودن و اون عکس زیبا و فراموش نشدنی شما بود که همه چیز راجع به این کهکشان میگفت و همینطور تمام صف طولانی که از اعضای نمایندگان کشورهای مختلف، نمایندگان مردم کشورهای مختلف و همینطور در جایی که ما هستیم تو امریکا که صف طولانی از خود شما صحبت کردن و همینطور نقش خودتون و از برنامه 10 ماده خودتون صحبت کردن و همه حاضر خودشون رو اعلام کردن. میخواستم قدردانی کنم از مسئولین، اعضا و مسئولین سازمان مجاهدین و شورا، مخصوصا در اینجا که من خودم تا یه مقداری این سعادت رو داشتم که باشون کار کنم، چه در قسمت مطبوعات، چه سیاسی و کارهای دیگه مجازی که و زحمات شبانه روزیشون واقعا میدونم که خود خواهر زهرا و بقیه مسئولین توی اشرف سه چقدر زحمت کشیدن و خیلی ممنون از اینکه این سعادت هم به من دادن که در کنارشون یک ذره بتونم کمک کار باشم. و در آخرم میخواستم تجدید عهد و پیمان کنم با مسئول شورا و خود شما که همونطور که روز اول گفتم تا آخرین قطره خون تا آزادی مردم ایران با شما با این شورا خواهم بود و هر کاری که از دستم بر بیاد در راه تحقق آزادی مردم ایران و رسوندن آزادی به کشور عزیزمون و به مردممون انجام خواهم. خیلی ممنون از این وقتی که به من دید. متشکر زیاد از خانم سیفی عزیز.